سلام، خوش اومدید به صمیمی‌ترین گفتگوی من با یک هنرمند واقعی، کسی که تقریبا همه فارسی زبان‌های جهان با صدا و تصویرش خاطره دارن، جناب آقای محمد بهرانی نازنین. سلام، عرض ارادت. اینا که گفتی نمیدونم یعنی چی، ولی خیلی مخلصی. خیلی متفاوت جناب بهرانی شروع کنیم گفتگو رو. تو همه حالا مصاحبه‌ها یا گفتگوهایی که شما داشتین، یه نوع رهایی می‌بینیم و حتی شاید میل به نخواستن. این مدل نگاه شما رو من دوست دارم راجع به زندگی بدونم. میشه از یه جای دیگه شروع کنم؟ بله. اولا به نظرم خیلی جذابه که همچین تریبونی داری، یعنی یه تریبونی داری که میتونی توش حرف بزنی، آدم ها رو دعوت کنی، احتمالا بهشون یک وقتی بدی که حرف بزنن. سلام. خیلی آدم های باحالتر و جذابتر و درستری از من هستن که تریبون ندارن واقعا. ای کاش که در واقع حالا تریبون تو میتونست یا بتونه در اختیار اونا قرار بگیره. امروز که میخواستم بیام اینجا فکر کردم که چی میخوام بگم، چی ها میخوام به تو بگم. خیلی ها لطف میکنن، مثلا من تو خیابون نگه میدارم، میگن اون برنامه تو دوست داشتیم، آه چه اطلاعاتی، وای چه روی کردی، وای چه زندگی. من خیلی واقعی، خیلی شفاف میخوام بگم که لزوماً تصویری که مدیا یا رسانه از آدم ها میسازه همون چیزی نیست که آدم ها هستن. یعنی ممکنه که من توی چند برنامه حضور داشته باشم، تصویر اون برنامه ها از من یک آدم خیلی مهربان، آرام، عمیق، باسواد و هر صفت دیگه که خودشون دوست دارن شاید در من ببینن ارائه بشه. اما واقعا در یک اعتراف صادقانه، در یک جمله شفاف، اصلا اینجوری نیست. یعنی تصویر رسانه، تصویر مدیا لزوماً بر زندگی واقعی اون آدم منطبق نیست. میگم تا ممکنه منو با چند تا برنامه یا چند تا پادکست قضاوت کنی، اشکالی نداره، کار مدیا همینه. اما من فکر میکنم حتی این گفتگوی ما هم زورش باز به اون حجم مدیاها نرسه. میخوام به اندازه یه جرقه شمع زورمو بزنم، بگم واقعا تصویر آدم ها با اون چیزی که تصویری که در مدیا هست با زندگی واقعیشون ممکنه خیلی فرق داشته باشه. خب میشه یه خواهش کنم ازتون؟ سعی کنیم تو این برنامه محمد بهرانی واقعی 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 خود 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 خودشو ببینیم. تلاشمو میکنم. به هر حال این میزانسنی که میچینی، یعنی این اون این دوربینا فیلتر ایجاد با شبیه مدیاس. آره. یعنی احتمالاً شاید من اونجوری که تو خونه‌ام با پدرم، مادرم، همسرم، خواهرم، برادرم هستم، شاید نشه اینجا ارائه بشه. میگم آدم وقتی دوربین روشن میشه یا میکروفون جلوش باز میشه، سعی میکنه تصویر بهتری ارائه کنه. بیاین ما گول این تصویر بهترها رو نخوریم. آدم ها خودشون نقطه ضعفای درونی خودشون رو میدونن، خودشون میدونن چه حجمی بیسوادن، چه حجمی گاهی نفهمن، نه به مفهوم یک فوش، نمیفهمن، درک ندارن، چقدر حد صبرشون، حد تواناییشون یه جایی کمه. من حتما الان بیشتر از همه چند میلیارد نفر آدم دیگه نقطه ضعف‌های درونی خودم رو میدونم و میدونم که چقدر زیاده و چقدر سرشار از بیسوادی و ناآگاهی ام. سلامت باشید. نسبت شما با من برخلاف حالا کارهایی که ساختین همون میدیاه، چقدر تنگاتنگه توی زندگی واقعیتون؟ ببین، من تلاشمو میکنم که تصویره نسبتا تصویر واقعی باشه، چه حالا از دریچه و مسیر یک کاراکتر عروسکی، چه اگر بازی میکنم از دریچه یک نقش، چه اگر در یه ریالیتی شوی یا اجرای حضور دارم که بیشتر قرار خودم باشم، از دریچه بی فیلتر تر اون سعی میکنم با مواد و متریال زندگی خودم در ارتباط باشه چیزی که ارائه میکنم. به نظرم قضاوتش باید با شما و بقیه باشه که میبینن چقدر به نظر میاد راستکیه این آدمه. اصولا نمیدونم از کی اینجوری شده، یا من خیلی به تلویزیون ها یا رسانه های تصویری بقیه کشور ها مسلط نیستم. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده سالهای سال اینه که همیشه یک
خطکشی عجیبی، یه فرمی از حرف زدن که شبیه فرم حرف زدن مردم نیست، شبیه فرم حرف زدن یه راننده تاکسی با مسافراش یا مسافرها با بقال یا بقال با کتاب فروش نیست. یه جور دیگه ما توی تلویزیون های حالا این سالا پلتفرم آدم ها رو میبینیم. به نظر من دافعه ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه، آدم ها راستکی نیستن. زورم رو زدم راستکی باشم. میلتون به غم بیشتر معمولا یا یعنی توی خلوت خودتون؟ من ادبیات ایران رو دوست دارم، یعنی توی خانواده بزرگ شدم که اونا دوست داشتن. باز میگم فضیلتی بر من نیست، از پدر و مادر و خواهر برادرها بالاخره یه تعداد کتاب رسید، اونا شعر میخوندن، منم بهش علاقمند شدم، شجریان گوش میدادن، منم علاقمند شدم. خوششانسی ها دوست دارم. آره واقعا خوششانسیه. شیراز بودم، شیراز فضا فراهمه. ادبیات ایران به نظرم اصولا یه غم مستطری همیشه توش هست. یعنی شما نمیتونید سعدی بخونید، حافظ بخونید، مولوی بخونید، حتی خیام که مثلا قرار خیلی سرخوشانه باشه، اما به نظرم تهش یک غم جدیه ناشی از اون دیدگاه ویژش هست. آره شما وقتی به این چیزا علاقمند باشید به نظرم ورتون یه کمی به سمت غم متمایل تر میشه. شاید برای همین ایجاد توازن است که من توی کارهای تصویری اصلا بیشتر رفتم سمت کمدی. از کی متوجه شدین که با زبان جناب خان هم میشه زبان مردم بود؟ مردم از یه جایی به بعد حالا سوای این که دارن یک عروسک رو میبینن، احساس کردن این عروسکه داره حرفایی که ما شاید نمیتونیم بزنیم به خاطر یه سری اتفاقها رو جناب خان داره میزنه. ببین اینم باز میگم فضیلتی بر من نیست، در تاریخ هنرهای نمایشی ایران این اتفاق سابقه داره. مبارک هم در خیمه شبازی ها همین کار رو میکرده، یعنی بابای خیمه مینشسته با اون مبارک، با اون اصطلاحاً یک قطعه کوچولی به اسم سفیر میذارن، اون صدا سوتر رو میده که مبارک میگه. بله. حرف میزده، بعد بابا گفتگوهای بابای خیمه حرفای مبارک رو ترجمه میکرده، حرفای سیاسی تندی هم میزده، بعد ایراد میگرفتن، میگفته من نگفتم، مبارک گفته، اگه باش کاری داری تنبیهش کنید. و از طرف سیاست مداران هم پذیرفتنی تر بوده. و حتی مردم، حتی من به نظرم رابطه خیلی وقتا عروسک های کلاه قرمزی با آقای طهماسب و هم مدل پیشرفته تر همون مدل مبارک و بابای خیمه است. آقای طهماسب هم خیلی وقتا حرفای اونا رو ترجمه میکنه، یک نسبت پدرانه ای داره با رگه های از عروسک ها کاملا، چون خودشون هم مسلطن و سالها به نظرم نمایش ایرانی و خیمه شبازی کار کردن. جناب خانم بالاخره یک تریبونی بود در یک برنامه بسیار پربیننده، بسیار خندوانه رامبد جوان عزیز. منم دوست دارم حرف بزنم تا اونجایی که میشه، برای اینکه من در یک خانواده کاملا متوسط بزرگ شدم، کاملا متوسط، حتی یک کمی به لحاظ مالی شاید پایین تر از متوسط. پدرم دبیر بازنشسته زبانه که الان خوب دیگه بالاخره سنی ازش گذشته، مادرم هم خانه‌دار بوده، چهار تا هم بچه بودیم، ما باید با همون حقوق کارمندی، همون حقوق معلمی زندگی میکردیم. بنابراین کف جامعه، یعنی اینکه حقوقی که خیلی وقتا به سختی به ته ماه میرسه، اگه یه اتفاق درمانی ناخواسته یهو بر خانواده پیش بیاد، یه بحران جدی در خانواده ایجاد میشه. الان که طبقه اجتماعی تغییر میکنه با یه مریضی. بله متاسفانه. با همه وجودم واقعا طبقه متوسطه، حتی اون پایینای طبقه متوسط رو درک کردم. ما هیچ وقت اصلا توی خونم و ما چهار تا بچه به این که حتی کنکور دانشگاه آزاد بدیم هم فکر نکردیم، و اینکه ما میدونستیم مثلا امکان دانشگاه آزاد رفتن و اینا رو نداریم، حتما یا باید دانشگاه دولتی قبول می‌شدیم یا اینکه حالا یه مسیر دیگری برای زندگی پیدا می‌کردیم، چون اصلا مطمئن بودیم که خانواده از پسش بر نمیاد. وقتی اینجوری بزرگ شده باشی، خب تو همه آدمای اطرافت هم همون شکلی هن. احمد صفاری و بهنام ارشدی و وحید فقاه‌زاده و محمود نسیمی و پویان محمودی و همه اون رفیقای من در ایستگاه 4 هم همون شکلی بودن، همون طبقه اجتماعی بودن، همون حرفا رو داری بزنی. و اگر قرار یک شخصیت واقعی بسازی، که به نظر من جناب خان یک شخصیت واقعیه، همه هم دارای روح
یک شخصیت زنده است، اونم باید حرفای واقعی بزنه. غیر از این زندگی درش جریان پیدا نمی‌کنه. دو سه تا مهمون خطرناک داشتیم، خطرناک به لحاظ اینکه مسئول بودن و من گفتم چقدر، حالا اسمم نمیارم ولش کن، چقدر جناب خان هوشمندانه حرفاشو زد. یعنی به اون حالا کسا شاید هم بیاد تو ذهنتون الان منظورم کیه. بله یعنی... مردم هم میاد تو ذهن. راستش خیلی وقتا اصلا نمیدونم که اون حرفا دردی رو دوا میکرد، فقط دلمونو خنک میکرد، کار میکرد مسکنه. البته میگم خیلی وقتا در چند باری تأثیراتش رو دیدیم، مثل اون بیمه بیماران نوروفیبروماتوز یا اتفاقات دیگری از این دست که حالا چند تا مثال هست ولی دیگه به نظر نیازی به گفتن نیست. بله. اونا دلگرممون میکرد که ممکنه این حرفا کار بکنه، اما خیلی وقتا خودمون بعد از پخش برنامه و اینکه اتفاقی نمیافتاد غصه‌دار میشدیم که همه این زوری که میزنیم، همه این بغضایی که خیلی وقتا پشت صحنه برنامه میکنیم، آیا فقط یه غره، فقط یه دلخنک کردنه؟ نمیدونم. قد ما همونقدر بود، زور ما همونقدر بود. من نه کسی هم، نه به کسی وصلم، نه اختیاری دارم. یه تریبون کوچیکی داشتم که باید از همون تریبون به نظرم نهایت استفاده چیزی که کردیم. فکر میکردیم استفاده میکردیم. منم نبودم، جناب خان همیشه یه تیم بوده. بارها چون اسپوردم دیگه به نظر نیازی به اسپوردن نیست، هستن رفقایی، ولی اصلا جناب خان یک کار تنهایی نیست. حتما در نسبتش با رامبد جوان تعریف میشد، رامبدی که با سواد، آدم آرامیه، آدم کتاب خونده، آدم با دغدغه، آدم دوست داشتنیه و خیلی وقتا تو اون دیالوگای حرفا در میومد. تمام این سالا پله 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 اومد بالا، پله پله واقعا هست. اون خانه سبز و رامبد جوان دستیار عروسک گردانی کرده، عروسک گردانی کرده، کلی پشت صحنه وایستاده. من اینجا در مقام دفاع یا زدن رامبد نیستم، فقط دارم گزارشی از آنچه در برنامه بر ما گذشته و این سالهای همکاری و رفاقت در واقع بیان میکنم و فکر میکنم در این دو سه هفته اخیر چند تایی که خبر اومد بیرون که چقدر رامبد با دغدغه تو این چند ماه ملتهب تلاش کرده که بدون هیچ اتفاق رسانه‌ای و خبری کمک کنه تا اونجایی که از دستش برمیاد به آدما. شاید آدما، شاید امیدوارم با خودشون فکر کنن که برای تمجید، تحسین از یک نفر یا زدن و کوبوندن یک نفر یک کمی با آرامش بیشتری عمل کنن. ما خیلی از مؤلفه ها رو راجع به زندگی آدما نمیدونیم. قضاوت خیلی کار ترسناکیه. چه تعریف، چه آفرین، چه نفرین. دقیقا من اولشو با آفرین ها شروع کردم، چون دقیقا تو خیابون هم آقای بهرانی شما همه چی میدونید. نه، ما مهمانی در خندوانه باید میومده، بدیهیه که من برم کمی راجبش بخونم و همونهایی که خوندم رو ارائه میکنم. اصلا به این معنی نیست که من تمام شهرهای ایران رو میشناسم، تمام زبون ها رو بلدم، تمام لهجه ها رو بلدم. اون یه کار نمایشیه، من همون قدش آماده کردم. نه. گول نخورید، فکر نکنید یه نفر خیلی دانشمنده یا خیلی عمیقه. نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. و برعکس، یه نفر خیلی خودفروخته است. این لفظ بیشرف و باشرف اصلا اینقدر کلمه ساده ای نیست که به سادگی به سمت آدم ها پرتابش میکنیم و میریم. نمیدونیم چه زخمی گاهی در دل آدم ها ایجاد میکنه، چقدر خودشون و خانوادهشون رو غمگین میکنه، پدرشون، مادرشون، بچه اگر دارن. خیلی حواسمون باشه. حالا ما راجع به قضاوت مردم حرف زدیم. قضاوت مردم میتونه اینجوری آدم ها رو، یه ذره معنوی آدم ها رو آزار بده، اما بعضی ها هستن که خیلی آفیشیال، خیلی رسمی قاضی هن. من میخوام راجع به اونا خیلی محکمتر و جدیتر حرف بزنم. اگر قاضی هستید، اگر یه حرکت قلم شما سرنوشت آدم ها رو تعیین میکنه، هر سرنوشتی، جریمه بشن، زندگیشون ازشون گرفته بشه، زندگیشون بهشون داده بشه، جانشون ازشون گرفته بشه، جانشون دوباره آزاد بشه و زندگی کنن، لطفاً 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 شما سخت‌ترین کار جهان رو دارید. من هرگز جرأت ندارم قاضی باشم، اما شما انتخاب کردید که قاضی باشید
به این حرکت قلمتون خیلی توجه کنید، خیلی دقت کنید. اتفاق غیر قابل جبرانی است اگر شما اشتباه کنید. شرافت، وجدان، عقل، خرد رو همواره و هر لحظه جلوی چشمتون نگه دارید، چون هیچی در زندگی نیست که به اینا بیارزه. وقتی این حرفا رو میزنم به این معنی نیست که من آدم با شرافت، با وجدان، با عقل و با خردیم. من در اون جایگاه نیستم اصلا، اما شمایی که در این جایگاه هستید لطفاً و خیلی جدی هر شب و هر صبح اینو به خودتون یادآوری کنید. یه استوری گذاشتید اراجب جناب خان و خیلی ها، خب مردم که خب خیلی گرفت دارن، ولی متوجه شدیم جناب خان الان بینمون نیست و یک جناب خان تنها یک گوشه افتاده رو دیدیم و انگار که جناب خان جان داره واقعا، یعنی همه ما اینو پذیرفتیم. اصلا انگار نیست، شک نکن. آره آره، من، مهدی برقعی، حامد ذبیحی، امیر سلطان، بقیه اعضای تیم جناب خان، مهناز خطیبی، حسام مقامی، کیمیا کیا، شیما و همه صحرا، همه دوستان جناب خان، معتقدیم که جناب خان کاملا یک شخصیت زنده است. علایق و سلایقی داره که با همه ما فرق میکنه. خیلی وقتا گاهی از دستش عصبانی میشیم، گاهی بهش میخندیم، وقتی نیست حتما از نظر ما یه جای مسافرته. الانم هر وقت خودش تصمیم بگیره برمیگرده، اگر تصمیم بگیره برگرده و ما به تصمیمش احترام میذاریم. ما چیزی به جناب خان تحمیل نمی کنیم واقعا. میشه کاریش کرد حالا از نگاه خودتون که ما دوباره جناب خانو داشته باشیم؟ جناب خان در ذهن من زنده است، یعنی همچنان زندگیش ادامه داره، پس مادامی که زنده است احتمالا حتما میشه کاریش کرد ایشالله. آره, آره. خیلی حسش هنوز تموم نشده. نه آره، صحبت هایی که احساسی کردم الان داره وایرال میشه. بله بله. باز همچنان، یعنی هر روز یه جای تگ میشن. یعنی آره، یه کتابیه که به نظرم قطوره و حالا صفحات نخوندش زیاده. به همون دلیلیه که گفتن، چون کتاب توی شاهان هم همونقدر قطوره، چون یه تجربه زیسته واقعی داری، کلی روز غمگین بودی، کلی روز گریه کردی، یه عالم خوشحالی کردی، دوست داری. جناب خانم همین شکلیه، مثل ما هست. برای همین آره کتابش قطوره و تجربه زیسته باحالی داره. الان هم که اوضاع تیمش به هم ریخته است به نظر. آره هر سال هم بنده خدا بیچاره تیم شخصیت نداره، هرچی هم پول خرجش کنن. عرض شد به خدمتتون که محمد بهرانی قبل از شهرت چه شغلایی رو تجربه کرده به غیر از حیطه هنر برامون تعریف کنید؟ داشتید شغلی که انجامش بدین؟ آره، چند روزی توی یه مدتی یادم نیست چقدر توی یه مغازه تعمیر پرده کرکره کار کردم. بله. من راستش خیلی زود بعد از دبیرستان اومدم دانشگاه، یعنی خیلی فرصت این که وارد یه شغل دیگه بشم نداشتم. دانشگاه من مربوط بود، یعنی من تئاتر دانشگاه هنرهای نمایشی آره دانشگاه تهران قبول شدم، ولی اونجا باز به همون دلیل طبقه اجتماعی من و تقریبا همه همکلاسی‌ها و بچه‌های خوابگاه، ما مجبور بودیم که یه خورده از هزینه‌های دانشگاه رو خودمون در بیاریم. من 30,000 تومان از بابام می‌گرفتم، یه روزی 1,000 تومان امکان خرج داشتم. هم اتاقیایی داشتم که اونا 20,000 تومان می‌گرفتن، یعنی آره یه کمی از ما موضوعشون خرابه. آدمای خیلی پایین‌تر هم داشتیم واقعا. مثلا یکی از دوستای من یادم یه ترم کامل ویفر خورد که خزینش کمتر بشه، بعد آخر ترم مریض شد، کلی خزینش بیشتر شد. خودش میدونه کیو میگم. ویفر موزیا بود. آره، از همون از فروشگاه خوابگاه میخریدیم. بنابراین از همون موقع ما شروع کردیم از همین کاری که داریم یاد میگیریم پول در آوردن. یعنی میرفتیم در همه مراسمی که همه جا بود، از جشنی بود مال مدارس، مهد کودک‌ها، اختتامیه‌ها، نمی‌دونم ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها، ما سری تئاتر کمدی داشتیم اجرا میکردیم. فکر کنم پارکی در تهران نیست که من توش اجرای خیابانی نکرده باشم. مثلا یکی از کسایی که اونم مثل ما همینجوری اجرای خیابانی داشت و یه عالم اجرا تو سرما گرما رفتیم، جواد عزتی بود. آره بله. ماها بچه های تئاتر خیابانی بودیم و برای تئاتر خیابانی باید همه وجودتو بذاری، گاهی مسخرشی، بخندن، یا اگه تو داری کمدی کار میکنی بهت نخندن، تمام تنت خیس شه، بارون بیاد وسط اجرات، سرد بشه، گرم بشه،
آفتاب بشه جمع نشن مردم، ولی میگم حالا یه دمتون گرم به بچه های تئاتر خیابونی بگم که خیلی خیلی آدم باحالی هستید واقعا. سخت ترین بخش هنر نمایشی دارید پول در. تلاش زیاد، دیده شدن خیلی کم و تنها انگیزه به نظرم عشق به اون کاره. عشق به اون کار و راستش ارتزاق. هیچ وقتی اون نمیشه بذاری کنار. اینکه تو دیگه رسما نون شبتو داری با اون در میاری دیگه. شوخی نیست. که خیلی هم زیاد نیست. نه اصلا زیاد نیست. کمترین پولیه که از هنرهای نمایشی میتونی در بیاری تئاتر خیابانیه دیگه. مثل در واقع خیلی وقتا موزیسین هایی که در خیابان میزنن که من عاشقشونم، به نظرم زیبایی یه شهرن و خیلی بی انصاف و بی معرفته اگر هر کسی با نوازندگان خیابانی تحت هر عنوانی و هر جایگاه حقوقی برخورد خشنی داشته باشه، چون میگم اینا زیبایی های شهرن، اینا دارن هنر پخش میکنن، خیلی باید تحسینشون کرد، تمجیدشون کرد. من همیشه با لذت وای میستم و چند دقیقه نگاهشون میکنم، خودمو میبینم که اون موقع خیلی وقتا کنار خیابون داشتم یه چیزی اجرا میکردم. من خیلی وقتا میگم که اینا موسیقی متن زندگی ما هست. خیلی جذاب، خیلی جذاب میگی، درست. آره قشنگ موسیقی متن زندگیمون میشه، خیلی قابل احترام. ما یه آیتمی داریم تو برنامه‌مون به نام روانشناس. میگه که اگه الان شما بخواید به یه روانشناس مراجعه کنید، امروز زندگی محمد بهرانی برای چه موضوعی میرید پیش اون روانشناس؟ فکر کنم خیلی آدم ویژه‌ای نیستم، این همه آدما تو این سنی که هستم دوچار دغدغه میانسالی و چلچلی و اینا شدم، یعنی احتمالاً میرم فکر میکنم آدما به سن من 42 سالم بله. به این ریشای سفید کلی کچل چقدر ریشاتون قشنگه، داشتم تو خودم فکر میکنم شو از نه شما که با این مو ما مخلص شما استاد با این اسم جذاب ما مخلص شما صدید جلوی دستبوس شما مخلص. احتمالاً الان بزرگترین دغدغم معنای واقعی زندگیه، یعنی احتمالاً با اون هم راجع به این حرف میزنم که بیا چندین جلسه گفتگو کنیم از کجا آمده ام. آره به نظرم تنها سوالیه که مهمه، بقیه سوالا و کارا میان. به نظر منم فقط هدفشون اینه که ما این سواله یادمون بره، یعنی همه زورشون رو میزنن. از اون روانشناس یا حالا اون استاد معنوی درخواست میکنم که به من کمک کنه که این کارهایی که این همه میان زورشون کمتر بشه که من بتونم متمرکزتر و با فوکوس بیشتری. دوست دارم قبل از این که بمیرم یه چیزایی بفهمم بمیرم واقعا. من اصلا آدم باسوادی در این حوزه مطلقا نیستم، اما من فکر میکنم اصولا این ور و اون ور به مفهومی که در ذهن سبودی ما وجود داره اصلا وجود نداره، همش یه وره. پرده که از چشم ما کنار بره ما میفهمیم همه اینا همش یه جاست، اون ور الان وجود داره، این ور الان اون وره، همه اینا یه جاست. میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به نظر من ما یه حرف بیشتر نداریم و میگم من امیدوارم در زندگیم، حالا شما اسمشو گذاشتین روانشناس، من شاید روانشناس، شاید روانپزشک، شاید مشابه، شاید یک استاد معنوی، شاید یه دوست عمیق باشه که کمک کنه که من با تمرکز بیشتری، چون اون قرار نیست کاری برای من بکنه، اون فقط باید به من یه دونه سیدی بزنه که محمد حواست باشه، به خودت بیا. آره آره، یعنی یه تکونی بده و بیدار کنه. چند روزی یا چند ماهی هست که دوباره یه کمی برگشتم به اون افکاری که به خصوص دوره پیش دانشگاهی خیلی برام دغدغه شده بود، اون چند سال منتهی به دانشگاه خیلی شروع کردم کتاب خوندن، دوستایی تو این حوزه پیدا کردم، دوباره رفتم سراغشون، امیدوارم بتونم از لابلای این کارا خودم رو نجات بدم. یه چیزی راجع به شهرت گفتی که اصلا فرصت نشد راجع به حرف بزنیم. بدترین چیز شهرت اینه که تسکای ذهنی، دغدغای ذهنی شما رو زیاد میکنه. اولا درخواستا از تو بیشتر میشه. درخواستا که بیشتر بشه تو هی مجبوری جواب بدی، هی از خودت غافل و غافلتر میشی. تا اونجایی که میتونید به نظر منشور نشید.
برای شما ولی اتفاق جذابیه، ولی به نظرم مدیریت کردنش از یه جایی به بعد دیگه به قول اون خلوته یه ذره، به نظرم خیلی امتحان سختیه که در مسیر زندگی یه آدم قرار بگیره که اون آدم بتونه کماکان right to the point با فوکوس کامل دنبال اون یه دونه هدف اصلی بره، که به نظرم کماکان شعار نمیدن، فقط شناخت و آگاهیه. من چند روز پیش یه ویدیو دیدم از سادگورو، به نظرم خیلی آدم جذابی بود. در واقع داشت میگفت که ما دیگه نباید خیلی درگیر دانستن اطلاعات زیاد بشیم، چون یه عالمه گجت داریم که مثلا همین این احتمالاً از کل دانشجویان دانشگاه تهران میتونه اطلاعات بیشتری در خودش ذخیره کنه، انقدر ظرفیتش بالاست، به اینترنت هم که دسترسی داره، پس همه آدم‌های دانشجویان فعلی دانشگاه تهران هم اندازه همین یه دونه نمیتونن اطلاعات داشته باشن. میگفت اتفاقا خیلی خوبه، این بار رو از روی شونه ما برمیداره، حالا بریم سراغ آگاهی، درک، چیزی که این احتمالاً هرگز نمیتونه داشته باشه، دیدن. امیدوارم این دیدنه برای ما اتفاق بیفته. دقیقاً. چقدر دوست دارید که حالا تو حوزه سینما نقشایی که ازره درامتر و جدیتره رو تجربه کنید؟ به نظرم این اتفاق یه ظرفیت خیلی فوق‌العاده است برای شما که شاید هنوز اون درشو باز نکردن کارگردان ها. خودشون بهش فکر می‌کنن؟ آره، من فکر میکنم از اول، چون یه خورده هی دیوونه بودم و خلبازی در بردم و اینا، بیشتر برای کمدی دیده شد. هر چند من فکر میکنم در هر کاراکتر کمدی که حالا یا عروسکی بوده یا بازی کردم، همیشه سعی کردم یه لحظاتی بذارم مثل لحظات جدی جناب خان که الان میبینید که هنوزم داره. من حتی جناب خان اصولا کاراکتر کمدی نمیدونم شخصا، ولی بله الان اتفاقا علاقمندی شخصی من بیشتر به سمت نقشای جدیه که دو تا قرار دادم الان اتفاقا بستم برای نقشای جدی. آره، یکیشو همین فکر کنم فردا پس فردا اولین جلسه فیلم برداری رو باید برم جلوی دوربین آقای جلیلی در کار مصطفی کیایی در سریال 1001 شب. خیلی تیمشون و دفترشون و همه رو خیلی دوست دارم، حال همه خوبه، مصطفی و محسن و میلاد رو خیلی دوست دارم، حسین جلیلی رو خیلی دوست دارم، بچه های طراحی صحنه، اون دفتر رو کلن کارن فیلم رو خیلی دوست دارم. یک فامیلی بیزینس، یک فامیلی هم که با هم کار میکنن، خیلی احساس آرامش میگیرم، خوشحالم مصطفی لطف کرد به من، منو به این سریال دعوت کرد. و یه کار دیگه که چون هنوز 100% نشده اسمشو نمیبرم، ولی آره یک سریال، هر دوشم نقشه کاملا جدی و بسیار تلخ، از اونا که احتمالاً در کل چند قسمت سریال یه دونه لبخندم نداره. آره دوستان، عجیب ترین واکنشی که گرفتین از مردم، میتونم خاص ترینم بگم، جای عجیب ترین حالا تو همه این سالها، چه تو اینستاگرام چه تو سطح جامعه، چی بوده که همیشه بهش فکر میکنین و یادت مونده؟ یه دونش خیلی برام خجالت آوره که ازش یاد کنم، با شرمندگی بسیار راجبش حرف میزنم. بله. یه سفری رفته بودم آبادان، یک آقای مسن آبادانی منو بغل کرد، بعد یهو نشست و پای منو بوسید. اصلا میتونی تصور کنی من تماما فرو ریختم، که اصلا آدم سن و سال بیشتر از من، حتما آدم بسیار بهتر از من، بزرگتر از من، کلی خوشتیپ‌تر از من، خوشتیپ‌تر که در من همه آدم های جهان خوشتیپ‌تر از من. و گفت تو گفت ما زیر خاک دفن شده بودیم، ما صدا نداشتیم، تو صدای ما رو گفتی. اصلا تا شبش من دیگه آدم نبودم، تا یه گوشه‌ای چند بار گریه کردم، نمیدونستم چه کار کنم، اصلا بغلش کنم، من خمشم پاشو ببوسم سرشو، اصلا نمیدونستم واقعا که این کار رو کرد، من اصلا با چه ریاکشنی نشون بدم. خیلی موقعیت آچمز کننده بود. خیلی شده تو خیابون لطف دارن بغلم میکنن، مثلا تشکر میکنن، میگن ما خندیدیم، یا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگمون محسن بودن، مثلا آخرین خنده هاشو با شما کردن. بعدم نمیاد اصلا، بذار یه چیزی برات بخونم. من سعی میکنم خلاصه شو بخونم و اگر اسم خاصی داره اون اسم خاصو نگید. نگید. آقای بهرانی سلام،
یه بخشی طولانی می نویسم برای دل خودم، چون تعریفش برام شیرینه و حالم رو خوب می کنه. من استرالیا زندگی می کنم و یه پسر 14 ساله اوتیسم دارم که تقریبا بیشتر زندگیش استرالیا بوده و فارسیشم خیلی تعریفی نداره. اسمش و خیلی به موسیقی علاقه منده، گوش خیلی خوبی هم داره، صدای خوبی هم داره، توی گروه کور آواز میخونه و خلاصه برای خودش خوش میگذرونه. منظورم اینه که حرفه‌ای یا خیلی چشمگیر شاید نباشه، ولی برای ما خیلی مایه افتخار راستش. به سازهای ایرانی هم علاقه خاصی داره، خودش هم حداقل 7 8 تا ساز ایرانی داره، نمینوازه البته، خودش گیتار میزنه و درامز. خلاصه پسر من به خاطر علاقه شخصی من به برنامه خندوانه و شما شروع کرد یکم با من برنامه رو فالو کردن و بعد شما رو دید، یعنی جناب خان رو دید. شیفته اجرای شما، مخصوصا آهنگهای با تم جنوبیتون، حالا چه خوزستانی چه بوشهری و چه بندرعباسی شد. الان هم هنوز مرتبا شما رو فالو میکنه و ما هر وقت خندوانه رو میبینیم و شما قراره برامون بخونید، تقریبا هیچی از صدای شما نمیشنویم، با اینکه صدای تلویزیون بالاتر از 50ه. چون پسرم شما رو با بانگ و درام همراهی میکنه، چند ثانیه اول خوندنتون رو برای گرفتن ریتم گوش میکنه و بعدش همراهی میکنه با هیجان زیاد و قند تو دل پسر من آب میشه با خوندن شما. با اینکه پسرم خیلی متوجه حرفای شما و آقای جوان نمیشه، هم به خاطر زبان هم اوتیسم، ولی همون چیزایی رو که میفهمه خیلی به زبانش کمک کرده و الان بخش طولانی تری از برنامه رو متوجه میشه. من میخوام صمیمانه و از ته دلم به عنوان یک پدر و یک طرفدار پرپا قرص از شما تشکر کنم. شما موسیقی ایرانی رو به خونه ما اضافه کردین. شما فرهنگ و شناخت پسرم رو به موسیقی و اقوام مختلف ایران افزایش دادین. لطف داره تعریف کرده از من. من افتخار میکنم به ایرانی بودنم، چون هنوز آدمایی مثل شما از دل مخاک بیرون میاد و از این حرفای پر از لطف. و چقدر خوبه اصلا. آره، اتفاقاتی از این دست علی رغم همه سختی ها آدم امیدوار میکنه. از این پیغام ها داشتم میگم، من خیلی قبطه خوردم بهتون، جدی دارم میگم. میدونی میگن هنر مرز نداره، اینه دیگه، یه نفری توی نقطه دیگه از کره زمین. البته فضیلتش برای من نیست، برای تیمیه که این کارو ساختن، از رامبد گرفته تا کل برنامه خندوانه و تیم جناب خان. ولی اینا به نظرم قیمت ندارن دیگه آقای بهرانی. نه اینا خیلی واقعا سن. تأثیرگذارترین سکانس زندگی محمد بهرانی تو همه این 42 سال چی بوده؟ میدونم ولی نمیخوام ازش حرف بزنم. یک اتفاق بسیار 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 تلخ بوده که برای یکی از اعضای خانوادم افتاده در 26 تیر 1387، طرف های ساعت 9 و 10 شب، و تصویر و خاطره ایه که هر وقت به ذهنم و جلو چشمم میاد تمام بدنم خیس عرق میشه. اون حتما تأثیرگذارترین سکانسه و خدا رو هم شکر میکنم که از اون اتفاق بیرون اومدیم. خدا رو شکر. میرسیم به آقای همساده، یک بازنده جذاب. بازنده. یک بازنده است دیگه. آقای همساده به نظر داره... من برنده به تمام معناست. چرا؟ بله. چون همه اذیتش کردن، ولی آقای همساده آزارش به مورچم نرسیده. چه زندگی از این جذابتر میتونه وجود داشته؟ ولی به بدبختیاش میخندید دیگه. خیلی هم شکل بابای خودمه در آخه. تصویر و چهره، یعنی آره. دورهای زندگیش کامه ما که طبیعتاً با این کله، یک پدری با همین کله داشتم، عمو، بابا، بزرگ، همه یه مش کچلی ما تو فامیل. آره بابا ما همونجور سیویل و خیلی خیلی بابا هم شکل آقای همزاد هست. هوتن شکیبا هم انصافاً تو صدا پیشگی مهارت عجیب غریبی داره. خیلی دوست دارم صحبتی اگر راجع به هوتن شکیبا دارین مطرح بشه. خودش که میدونه ما خیلی با هم گپ و گفت و شوخی های جذاب داریم. من که صداش میکنم کرد قشنگ من، کرد دوست داشتنی من، چون انقدر هوتن باحال کردی حرف میزنه سر کلاه قرمزی که زنگ میزد مثلا با مامانش حرف بزنه، من میدونم نمیفهمیدم، میدویدم میرفتم مثلا هوتن یه رو حرف بزنه با خانوادش، من وایستم به کردی قشنگ این گوش کنم. خیلی حرف زدنش دوست دارم. اصلا هوتن که تلنته، واقعا مستعده، ولی فقط مستعد نیست.
هوتن خیلی برای کارش زحمت میکشه، یعنی قبل از همون دیبی، حالا من سر مهمونی نبودم، بله. یه روز بودم پشت صحنه‌ش رو ندیدم آنچنان، ولی مثلا سر دیبی چون خیلی هم کاراکتر بسیار پیچیده ای بود، یعنی قشنگ هوتن دیجه میگرفت واقعا که اینا رو چجوری بخواد برعکس کنه، همش داشت یه گوشه قدم میزد گفت اونو برعکسش چی میشه، برم چیکار کنم. و آره اصلا میدیدی که مثلا روزی نیم کیلو کم میکنه، یعنی میخوام بگم رفقا فکر نکنید مثلا هوتن یه هایی یک خدا فقط براش خواسته و اینم در یک پر غویی تلاشه. خیلی استعداد داره، ولی صبح و شب زندگیشو هم برای این کار واقعا گذاشته. و بله به نظر من هم بازیگر فوق‌العاده و هم صدا پیشه فوق‌العاده. ما هنرمند معاصر رو داریم الان که به نظرتون 100 سال دیگه هم ازش یاد بشه جناب بهرانی؟ استاد محمد رضا شجریان با قدرت همچنان یاد خواهد شد. بله انشالله. به به، یه آیتم ثابت داریم تو برنامه‌مون، اختیار مطلق سینمایی. من 5 تا سوال می‌کنم ازتون، این 5 تا سوال رو به اختیار خودتون میتونید تغییر بدید. یکی از درگذشتگان سینما رو برگردونین به این دنیا. من آقای خسرو شکیبایی. کدوم فیلم بشه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ ایران؟ من فیلم از حیوان نجیبی رو خیلی دوست داشتم. فکر کنم که عبدالرضا کاهانی. آره. به طرز عجیبی به نظرم فیلم پیشرو جذاب و باحال. من کلا فضای ابزورد رو دوست دارم. هیچ منطقی تو این فیلم هم من خیلی کیف میکردم. سورئال ذهنم خله. آره اونو خیلی دوست داشتم. ولی دوست دارم فیلمی که جناب خان میسازه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمایی باشه. به به. میسازه؟ چه میدونیم، تصمیم بگیره. آره تصمیم بگیره. پس اینو انتخاب. به یکی از بازیگرهای ایرانی بتونی اسکار بدی؟ به آقای حمید جبلی. حمید جبلی، چه انتخاب متفاوت و باحالی. آقای جبلی نابغه است. آقای جبلی از یه جایی تصمیم گرفت به نظرم خیلی حضور نداشته باشه، ولی توی پشت صحنه های کلاه قرمزی تمرینا وقتی بلند میشد اتود بازیگری میزد میدیدی که دود از کنده بلند میشه واقعا. محمد بهرانی، جای اون نقشی که خیلی دوستش داری خودت رو بذاری. از زمان یونان باستان تا الان در تاریخ هنرهای نمایشی بشر ما کاراکتری به کاملی والتر وایت نداریم. من خیلی شما رو تصور می‌کنم. والتر وایت که ببین رو دست نداره به نظرم. تمام زوایای یک کاراکتر نمایشی، تمام اون پیچشا، منحنی کاراکتر، همه چیزو کامل داره. پس حتما اون، البته خب آقای کرانستون به نظرم تمومش کرد. بی‌نظیره. آره فوق‌العاده. خودش هم یه شاه نقشی بازی کرد که دیگه نمیتونه، نه بقیه میتونن. آره. اون موقع یادمه آقای آنتونی هاپکینز یه نامه برای برایان کرانستون نوشته بود که ببین خیلی عجیبه که آنتونی هاپکینز یک نامه برای شما رسما بنویسه بگه بازی تو منو شگفت زده کرد و تو مثلا بازیگری رو بر من تمام کردی و فلان. اون اینجوری بگه. اما باز چون جای دوستم جناب خان خالیه، جناب خان تست داده بود ظاهرا برای نقش شهرزاد در سریال شهرزاد. دوست دارم که میتونم تصور کنم جناب خان نقش شهرزاد رو بازی میکرد. خیلی دوست داشت. رفیق با معرفت یعنی آقای فتی. آره آقای فتی دارن ردش کرده بود نقش و ترانه. بزرگترین اشتباه زندگیش. آره. جناب خان کجا ترانه دیدیم. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. ولی احتمالا جناب خان میتونست این انتخاب خیلی ناتورالیستی تر در می آورد. یه میکروفون جادویی دارین آقای بهرانی که میتونی یه جمله توش صحبت کنی که همه مردم دنیا بشنون. به نظرم همون دو کلمه یا سه کلمه کماکان، با اینکه بارها به کلیشه تبدیل شده، به شعار تبدیل شده و این کلیشه شدن شاید باعث شده و از وقتا ما همینجوری ازش بگذریم، کماکان مهمترین جمله زندگی بشر. من میگم که خودت را بشناس. خودت را بشناس. آره. آره این اگه بشه اون مانیفست، خیلی چیزا به نظرم در کنارش حل میشه.
شروع میکنیم دست از سر بقیه برداشتن. آفرین. جهته من یه استوری گذاشتم با مزه بود برای من، با خط 55، با اتوبوس 55، شماره 55 از خونه میرفتم راهنمایی و دبیرستان. بالای این در اتوبوسه نوشته بود warning the door is opening inside، یعنی هشدار، در به طرف درون باز می شود. به نظرم این مهمترین پیام عارفانه بود که یک اتوبوس میتونست با آدم ها بده که رفقا warning the door is opening inside، در اینوری باز نمیشه اونوری باز میشه. به نظرم اگه بریم سراغ اون تو، هم بقیه خیلی براشون آدم های بیازاری هستیم، هم دست از سر بقیه برمیداریم، اون چرا اینجوری، این چرا اینجوری گفت، این چرا این حرف رو زد برو و هزار تا از این حرف. خیلی لطیفتر میشیم همه، اصلا رنجشمون هم کمتر میشه. با این موبایلتون یه کاری دارم، میخوام بدونم که آخرین موزیکی که شنیدید چه موزیکی بوده و چرا؟ یه سال و نیمیه درگیر یه ترکی شدم، خیلی دوستش دارم. یک سال و نیم؟ آره، الان زنگ موبایلم اصلا اونه. اوه چقدر مشتاقم. آره، که بشنوم چیه، که پخشش کنم براتون حتما. یه جایی که کلام ارزش خودشو از دست میده، این موسیقی بی کلامه که خودشو نشون میده. خیلی گستره تخیل تو موسیقی بی کلام، وسیعه به نظرم. اصلا خیلی به کلام احتیاج نیست واقعا. هنوزم میشه رسید به یه آرزو یا هدفی؟ میگن ما داریم با تعارف که نداریم، قرار شد خودمون باشیم دیگه. خیلی سخت شده رسیدن به رویا یا آرزو. دوست دارم از زبون شما برای آدمای شما صحبت کنید که هنوزم دنبال یه آرزو یا هدفی هن. چقدر میشه هنوزم رسید؟ خیلی ها سرخورده شدن، خیلی ها تحقیر شدن، جوونامون، بالاخره هزار تا مشکل هست. به نظر من اونا که سرخورده شدن، تحقیر شدن، ناامید شدن، حق دارن. به نظرم حق دارن. به نظرم کسانی که الان اختیارات دستشون رو باید خیلی زودتر به خودشون بیان و نوع اداره این کشور رو خیلی خیلی متفاوت بکنه. نه شرایط اقتصادی خوبی داریم، نه شرایط محیط زیستی خوبی داریم. پشت این شرایطه میتونی هر کلمه ای رو تقریبا بذاری، ما در شرایط خوبی نیستیم. پس به نظرم این که گفتن بله حتما میتونید به آرزوهاتون برسید، در یک وادی، در یک وادی، در یک پارادایمی خیلی درونی شاید درست باشه، اما من خیلی نمیخوام الان سراغش برم. هر امیدی که ناامید میشه یک خسارت جبران ناپذیری برای روح خودتون داره قبل از هر چیز دیگری. هممون انسانیم، شما هم انسانید، همه انسانن، همه مردمن. از نظر من همه زیر چتر کلمه مردم جمع میشن. هر یه دونه شمعی که خاموش میشه، هر یه دونه امیدی که ناامید میشه، برای روح خودتون، شماهایی که میتونید این کشور بهتری بکنید و نمی کنید، تاریکی به همراه داره. با مهران مدیری کار کردید سر حالا چه دراکولا چه هیولا، و خب خیلی کمک کرده بیشتر دیده شدنتون انصافا. خیلی زیاد. آره، میخوام بدونم که چه وجهی از جناب مدیری هستش که شاید مردم ازش اطلاع کمتری داشته باشن. در رابطه با آقای مدیری هم به نظرم میشد یه ذره با لطافت برخورد کرد. ایشون به شدت انسان شریفی هستن. بله، راجب چند نفر صحبت شد، راجب رامبد جوان، راجب ایرج طهماسب، راجب مهران مدیری. من کار کردن با هر سه نفر این بزرگواران رو جزو شانس و بخت خودم میدونم. از هر سه تاشون خیلی خیلی یاد گرفتم. همه‌شون رو آدم‌های صاحب اندیشه‌ای می‌دونم، کاربلد و حرفه‌ای می‌دونم. خوشحالم که من رو یه دوره‌ای برای همکاری انتخاب کردن، این شانس رو به من دادن که من باهاشون کار کنم. همه‌شون رو خیلی دوست دارم و معتقدم در حق همه‌شون خیلی اجحاف شده. از هر ستای اینا غیر از احترام و محبت و آرامش، حداقل در قبال خودم، من
مسلط به جزئیات مؤلفه های زندگی اینها نیستم. بله. من اصلا نمیدونم درون اینا چه شکلیه یا در زندگی شخصیشون چی هن. با من یک نسبت کاری و رفاقت داشتن. شرط انصاف و وجدان و شرافت اینه که بگم در دوره‌ای که من باشون کار کردم لذت بردم از هم نفسی باشون. آقای مدیری خیلی جنتلمنه، خیلی مهربانه، حواسش به گروهش هست، سعی میکنه کارش خوب انجام بده، خیلی کمدی میفهمه و کار کردن باش لذت بخشه. تمام اون لحظاتی رو که با مهران مدیری با ایرج طهماسب برام بود جوان کار کردم و قطره قطره مینوشم با لذت. چون فوتبالی هستین و بداهتون خیلی خوبه، آره حالا راجبه صحبت میکنیم. یه کار خلاقانه متفاوت میخواستم ازتون و این که نه باحاله، خیلی باحاله. فرض کنید که یک گزارشگر فوتبال هستید شما و دارید زندگی مردم ایران رو، حالا نه به سبک فوتبال ولی گزارش میکنید. خب شنوندای عزیز، من در جایگاه گزارشگر نشستم که شرایط فعلی رو براتون گزارش کنم. متاسفانه برق ورزشگاه رفته و من هیچ چیزی رو از زمین نمیبینم که بتونم چیز رو برای شما گزارش کنم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اصلا یعنی چی رو گزارش نکردی؟ من به نظرم کامل گزارش خیلی موجز و درست بود. اصلا قطعه بر اصلا برق قطعه. ولی دوست دارم از اینجا از محمد بهرانی یادگاری ما داشته باشیم. اون هم اینه که اتفاق یا نکته‌ای هست از زندگی محمد بهرانی که برای اولین بار بخوایم ازش بشنویم. در واقع میخوام از این زاویه بگم که آدمایی که در رسانه میبینید از جمله من و بقیه اصلا آدم مهمی نیستن به نظرم که فکرتون رو درگیر جزئیات زندگیشون بکنید یا اتفاقات مهم. حال زندگی خودتون رو ببرید. واقعا من و همکاران به نظرم هیچ اهمیت خاصی نداریم. ما هم داریم شغل و حرفمون رو انجام میدیم. همین. ما یه آیتم پایانی داریم. اینجوریه که شما یه سفر بی بازگشت دارید به هر نقطه‌ای. این آخرین قابیه که از شما ضبط میشه. دوربین موبایلتون رو حالت سلفی میشه بی زحمت قرار بدین ویدیو. این قاب آخرین قابیه که از شما میمونه و دیگه بعد از این میرید به هر جایی که باید. آره منم از این صحنه میرم که این بشه. من واقعا کچلم. نه الان دقیق تر دیدم. اینجا هم دیگه همشیز مالی نمونده. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. خیلی مخلصیم. خداحافظ.